سلام به شما عزیزان در ایران و سراسر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن آفتابی 9:30 شب تهران. جمشید چالنگی هستم. در این شماره از تفسیر خبر نیز میپردازیم به مهمترین خبرها در عرصه داخلی ایران و آنچه که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی مربوط به ایران و مردم ایران می شود. حیف و میل‌های تازه مالی در جمهوری اسلامی و آنچه که دولت حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی متهم شده است در همین زمینه. حیف و میل مالی از سپرده‌های بانکی، سپرده‌های ارزی. برنامه و بودجه دولت حسن روحانی چیست؟ چه اثراتی بر بودجه دولت ایران دارد؟ کاهش قیمت نفت، سهم سپاه پاسداران در فساد مالی و حیف و میل بیت المال تا کجاست؟ و سوالات بسیار دیگر در این شماره از تفسیر خبر در میان میگذاریم با آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس اقتصادی و امور بین الملل. در نیمه نخست برنامه با من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای تقی‌زاده عزیز در گلاسکو. سلام به شما آقای چالنگی، سلام به بینندگان شما. آقای تقی‌زاده، دولت حسن روحانی رو چند نماینده مجلس گفتن آمده که و سپرده های به اصطلاح ارزی یا ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگه ای که داره بر روز مبادا مثلا برداشت کرده. از این طرف هم دولت روحانی سخنگوهاش اعتراض کردن که نخیر، این صحبت‌ها رو نباید علنی کرد و محرمانه است و نفتی فروخته بودیم و پولش رو حالا تحویل گرفتیم. و محرمانه از کی؟ از مردم؟ پول مردم هست اینها یا نیست؟ یا مردم نباید بدونن؟ یا واقعا محرمانه است باید محرمانه میموند؟ از شما میپرسیم. در جمهوری اسلامی از زمان خاتمی آقای چالنگی صندوقی به عنوان صندوق ذخیره ارزی با اسامی متفاوت درست شده بود که اگر ایران درآمدهای سالانه داره، بخشی از این درآمدها در این صندوق نگهداری بشه و برای سرمایه‌گذاری‌های زاینده از اون استفاده بشه. البته در دوره خاتمی میزان درآمدهای ارزی به اندازه‌ای نبود که بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد ایران شاهد بود. چیزی در حدود 600 تا 700 میلیارد دلار به اضافه بخشی از درآمدهای وابسته به نفت که از راه فروش میعانات نفتی و همینطور محصولات پتروشیمی که از دادن گاز مجانی به شرکت‌های زیر به اصطلاح پوشش و صادرات اون تأمین می‌شد. در دوره خاتمی بخشی از این پول‌ها به نوعی ذخیره شد. در دوره آقای احمدی نژاد اسم این صندوق رو عوض کردند و با وجود اینکه درآمدهای این صندوق میتونست چیزی در حدود درآمدهای عربستان سعودی باشه، ولی با خاص خرجی های خاص 8 سال دولت آقای احمدی نژاد عملا این دارایی های ملی از بین رفت و در راه سرمایه گذاری به کار گرفته نشد. زمانی که روحانی صندوق رو تحویل گرفت، شایعات در مورد موجودی این صندوق متفاوت بود، ولی بعضی ها در حدود 16 میلیارد دلار این میزان رو ارزیابی می کردن. وقتی که دولت قرار شد مطابق اون چی که به عنوان توافق موقت اتمی ازش یاد میشه، بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو
دریافت بکنه از کشورهای آسیایی خریدار نفت ایران، این پول قرار بود به صندوق ذخیره ارزی منتقل بشه و به هر حال با توجه به ضوابطی که دولت برای خودش در نظر گرفته بود، بخشی از اونها که سهم نفت برداشت بشه و بعضی از اونها که بخشی از اون که سهم دولت هست به مصارف دیگه برسه. ولی مطابق اون چی که نمایندگان مجلس اسلامی اعلام میکنن، حتی بدون واریز شدن این مبلغ در صندوق‌ها، دولت معادل اون رو از بانک مرکزی خواسته مبادرت به نشر اسکناس بکنه و نه تنها به این حد قناعت نکرده که نسبت به درآمدهایی که سهم وزارت نفت و بخش‌های دیگه بوده مالیات هم وضع کرده و از این صندوق پول‌ها رو برداشت کرده و هزینه کرده. البته دولت منکر این موضوع است. حالا ظاهرا این پول‌ها تادیه شده و به نوعی این جاسازی عملا صورت گرفته، ولی مشکل دولت و نمایندگان زمانی است که این پول هنوز واصل نشده بود، به صندوق ریخته نشده بود، در حالی که دولت معادل اون رو اسکناس چاپ کرده و جای دیگری خرج کرده بود. حالا دولت و مجلس روبروی همدیگن که این رخت چرکا رو پیش مردم نشورید، مسائل مربوط به خود ماست. ولی اختلافات در درون هیئت حاکمه اونقدر هست که برداشت موقت یا دائمی این مبلغ از صندوق ذخیره ارزی بخش کوچکی از اون به حساب میاد. واقعیت این است که درآمدهای دولت نسبت به گذشته بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، برای تامین هزینه‌های جاری دچار مشکلات جدی و اساسی است. راهی به جز دوشیدن بیش از پیش مردم برای دولت باقی نمانده و یکی از اینها گرفتن مالیات مستقیم و دیگری ادامه چاپ اسکناس و در گردش قرار دادن پول بیشتری نسبت به سابق. آقای تغیزاده، رخت چرکا رو جلو مردم نمیشورن، این اصطلاحی که به کار بردیم و مردم ما باش آشنا هستن، مگه در این قضیه مردم محرم نیستن؟ بدون تردید مردم واقعا از کندوکابی که در دولت صورت میگیره بی اطلاعن، از کارکرد مالی دولت که به هر حال دارایی اونهاست بی اطلاعن. در این مورد آقای روحانی خیلی صادق و روشن حرف نمیزنه، ولی احمدی نژاد به روشنی گفته بود که ذخایر ارزی ایران محرمانه است، برخلاف همه کشورهای دیگر دنیا که مردم، رسانه‌ها، بقیه دنیا از میزان ذخایر پولیشون با اطلاع هستند. در مورد جمهوری اسلامی یک، به علت وجود بحران مالی، به علت وجود فساد مالی در درون دولت، این ارقام محرمانه تلقی میشه و به این علت که دولت علاقمند به جابجایی بدون سر صدای این پول ها هست، محرمانه بودن این ذخایر بیشتر حفظ میشه و خب یک قلم از این محرمانه بودن رو میبینیم دولت ازش بهره برداری میکنه، یعنی بدون اینکه کسی از اون ظاهرا باید اطلاعی پیدا بکنه، از هر محلی که میخواد هزینه های روزانش رو تامین میکنه. در یک جا دولت گذشته رو متهم میکنه به میلیاردها دلار خرج کردن دارایی های ارزی مردم و چاپ اسکناس در قبال اونها، خارج کردن میلیاردها دلار از دارایی های مردم به دست دولت گذشته و خرج کردن اون و تبدیل کردن اون به ریال در دبی و بقیه مراکزی که صرافی های تحت پوشش اونها قرار دارن، و از طرفی خود دولت مبادرت به همین منبع میکنه و البته چون اطلاعات رو در اختیار داره قادر هست از دولت گذشته به این علت خاص انتقاد بکنه، ولی نمیخواد انتقاد پذیر باشه در جایی که خودش عملا همون کاری رو انجام میده که دولت مورد انتقاد گذشته رو متهم به انجام اون میکرد. خب ببینید، الان باز یکی از مسئولان در اومده گفته و در گوشه از مجلس هم این زمزمه بوده که حدود 300 پرونده 3 میلیارد دلاری دیگه هست، 300 هزار میلیارد تومانی هست، یا و 300 پرونده در زمینه‌های اختلاس‌های بسیار بسیار کلان، حالا ارقام کمی بیشتر کمی بالاتر، در دولت گذشته و پرونده‌های دیگه. این دولت گذشته که دولت از آسمان که نیومده بود، دولت مورد حمایت آقای خامنه ای بود و بقیه اعوان انصار آقای خامنه ای. 8 سال هم حکومت میکرد، همه آقایون هم در کشور بودن، آقای حسن روحانی و بقیه همه اونجا بودن، چطور سر در نمی آوردن؟ چطور آقای رفسنجانی، حالا مصلحت مردم که هیچ، اسم ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست،
مشکل دقیقا همین جاست آقای چالنگی. مشکل همین جایی است که به اون اشاره میکنید. ایران عملا در کنترل یک خانواده 6 تا 8 هزار نفری است. تعدادی اعضای این خانواده که حکومت ایران رو قبضه کردن منصوب به اصولگرایان هستند. عده‌ای از این جماعت به اصلاح طلب‌ها وابسته هستند، ولی مجموعه خانواده‌ای هستند که فقط خانواده سیاسی و همکار گذشته و حال همدیگه به حساب نمیاد. اینها تا نظر زناشویی هم با همدیگه از یک خانواده شدن. وقتی که نسبت حاکم‌های حاکمیت، اعضای دولت، اعضای مجلس، سپاهی‌ها، نظامی‌ها، روحانی‌ها، اینها رو در ارتباط با هم قرار میدید، میبینید واقعا نزدیکی اونها خیلی کمتر از نزدیکی 8000 نفری که به عنوان خانواده سعودی عربستان رو اداره میکنن نیست. خب عده‌ای از اینها به دولت میرسن، عده‌ای اینها در حاشیه قرار میگیرن. این فقط ترک مشاغل سیاسی است، در حالی که وابستگی‌های خانوادگی اونها حفظ میشه، وابستگی‌ها و ارتباطات مالی اونها هم حفظ میشه. شما یک جایی مثلا آقای غنیمی فرد دارید به عنوان معاون وزیر نفت که در 14 سال دست داشتن در کار معاملات نفت تنها کسی است که قراردادهای نفتی رو امضا میکنه. در جای این برادر احساس میکنه که وضعیت تغییر کرده، در انتهای دولت احمدی نژاد به پستی در اوپک میره، ولی برادر دیگر او که از همین خانواده هست، موسوم منصوب به اصولگرایان، منصوب به گروه مؤتلف است، در حاکمیت و در بخش اقتصادی باقی میمونه و میبینیم میلیاردهایی که آقای غنیمی فرد امضا میکرد در جای دیگه ای اعضایی که وابسته هستند به اصولگرایان، به مؤتلفه و غیره از اون برخوردارن، استفاده میکنن. آقای رئیس جمهور، وزیر اقتصاد او، رئیس بانک مرکزی میان یک باره اعلام میکنن که 12,000 میلیارد دلار سوء استفاده تازه کشف شده، ولی بلافاصله رئیس قوه قضایی پاسخگوی اوست که آقا در مورد فساد بزرگ نمایی نکنید. خود اونها رقمی نیست، گفتن مسئله نیست، شرکت های خیریه کاذب درست کردن با اسامی به اصطلاح خودشون مقدس، تمام دست در کار واردات غیرقانونی، صادرات غیرقانونی، گرفتن ارز غیر مجاز و گرفتن وام های کلان چند هزار میلیارد دلاری از بانک ها هستند و انتشار اسامی دست اونها رو بیشتر از گذشته رو میکنه. البته این مسائل سری نیست، همه از اون مطلع هستند، ولی قبول رسمی اون رو حاکمیت نمیپسنده. اگر هم گاهی به اون اشاره میکنن فقط برای تلافی جویی است. ولی اگر آقای چالنگی همین میزان بدهی هایی که این اشخاص، یعنی سرسپردگان رژیم، اعضای رژیم به دولت و نظام بانکی داشتن، تادیه بشه، پرداخت بشه، دولت حداقل برای امسال و سال آینده میتونه قید درآمدهای ارزی نفتی رو بزنه و بودجهش با همین وضع کنونی با تعادل جلو ببره. ولی متاسفانه از همین وضع موجود و دشوار هم دیگران همچنان استفاده میکنن، در حقیقت سوء استفاده میکنن به قیمت ضعیف‌تر کردن مردم، فقیرتر کردن مردم و غنی کردن خودشون. خب ببینید، این حکومت بیشتر چقدر داماد هست در این حکومت؟ خیلی بیش از حد متعارف در حکومت‌های اینچنینی همه داماد همدیگه هستن به یه نحو. البته آقای چالنگی، این رو من به شوخی میگم، مردم قبلا میگفتن که ما همه داماد رژیم. بله. یا در حقیقت داماد رژیم همه ماست. بله، اون که حرف مردم هست و منم شنیدم که در واقع روحانیون چنین میگن به پاس این همه سالهایی که چنین بر سر مردم آوردن. اما هر کدوم از آقایون رو میبینی بالاخره یا داماد کسی است یا کسی داماد اون هست و این هست. اما آقای تغزاده، ببینید این فساد ابعاد بسیار گسترده‌ای داره و بعدم پرونده ها هر از چنگای یه اشاراتی میشه در ویترین این پرونده ها کسانی مثل بابک زنجانی و بقیه و بعدم خوابیده میشه سر صدای این پرونده. در میون این داستان فساد مالی سپاه پاسداران وجود داره. سپاه پاسداران به هر حال نیروی نظامی برآمده از انقلاب هست که عملا باعث شکست ایران در جنگ شد یا وضعیت پیامدهای جنگ شد. حالا اسمش هر چی میخواین بذاریم، پیروزی، شکست، هر چی که از پیامدهای جنگ برای همه مردم ایران کاملا آشکاره. جنگ
8 ساله ایران و عراق و رهبری دو کشور که به هر حال هر دو کشور زیانهای غیر قابل جبران زدن که عراق هنوز هم که میدیم درگیر است. اما این سپاه پاسداران مرکب از همین آقایونی که میبینید و چنین لطمات به این مملکت زدن، نقش اساسی داره در اقتصاد ایران، تا چند اندازه وابسته هست به این فساد و باعث این فساد است یا بهره‌مند از این فساد مالی آقای طرزاده. در مورد پیروزی یا شکست سپاه، مردم قاضی های خوبی هستند آقای چالنگی. البته سهم ارتش رو در این قضیه اونها همیشه تلاش میکنن که پایمال کنن. حتی در همین تنظیم بودجه‌ای که دولت برای سال آینده صورت داده، وقتی نگاه میکنیم میبینیم درسته با وجود کاهش درآمدهای نفتی به میزان 50% سال گذشته و پیشبینی این کاهش برای سال آینده، ظاهرا سهم نیروهای مسلح رو تا 30% افزایش دادن، یه چیز غیر متعارفی. ولی وقتی به همین ارقام نگاه میکنیم میبینیم که سهم سپاه از بودجه کل نیروهای مسلح 62% و عملا 38% به ارتش و بقیه ارگانهای نظامی تخصیص داده شده. سپاهی که مسئولیت اصلیش ظاهرا باید دفاع از مرزهای ایران باشه، ولی به گفته فرمانده سپاه اونها مسئولیت در زمینه اقتصادی، فرهنگی، دفاعی، امنیتی و هر رشته دیگری که شما بگذارید رو به خودشون اختصاص میدن. این درست مثل طبیب هایی است که سالهای پیش از این روزها روی تابلوها می نوشتن که حلق و گوش و بینی و دل و سر و چشم و مو و غیره. یعنی اگر که در توضیح حدود مسئولیت هاشون کم می آوردن، یه و غیره می گذاشتن و سپاه هم در همین زمینه خودش رو فعال مایشا در تمام شاخه های زندگی عمومی دولت و حکومت و مردم میبینه. و حالا چون جنگی در بین نیست که به بهانه اون این مسئولیت ها رو توسعه بدن، به هر حال گریبان دولت رو گرفتن. میبینن که در تمام بخش ها از نفت و اقتصاد و تجارت خارجی و تجارت داخلی، سیاست خارجی و دیپلماسی دارن و دولت رو به چالش میگیرن. چرا؟ به این علت که اونها در انتخابات ظاهرا انتخابات رئیس جمهوری شرکت نمیکنن و دولت رسما در اختیار اونها نیست. در طول 2-3 ماه گذشته این اختلافات بسیار بسیار بیشتر از گذشته شده، به طوری که روحانی سپاهیان رو متهم کرد در ملای عام در اظهارات شخصی خودش به مداخله در امور دولت و به فساد، و اعلام کرد که اگر شما همه اطلاعات، همه ابزارهای نظامی و پول و اقتصاد رو در اختیار داشته باشید، ابوذر و سلمان هم که باشید فاسد میشید. و فرمانده سپاه متقابلا گفت که اگر شما در زمینه اتمی ادعا میکنید به پیروزی رسیدید، این موفقیت ضمنی شما مدیون قدرت دفاعی و نظامی ماست. یک نوع یارگیری بین فرمانده سپاه و این دعوا. آقای طرزاده اجازه بفهم، این دعواها، این بگو مگوها بین سپاه و دولت حجت الاسلام، اینا تا چند اندازه به مردم مربوطه؟ به هر حال این حکومتی است که دارن شیره مردم رو میدوشن و مینوشن. اینها حاکم بر زندگی مردم هستن، اینها فعال مایشای مملکت هستن، اینها یعنی هستن جناح اختلافاتشون جناح عزیزی به چشم مردم میبره. اجازه بفرمایید کدوم یکی از این جناح فکر میکنید که منشأ درگیریش با جناح دیگه مساله ملی است، مساله همین مردمه که به گفته شما اینا نمایندگی میکنن؟ در عمل هیچ کدوم. البته دولت مدعی مساله مردمه، میگه من دولت تدبیر امید هستم، اومدم بحران اقتصادی رو کاهش بدم، اومدم وضعیت معیشتی مردم رو بهتر بکنم، و این سپاهی‌ها هستن که مانع این کارن. ولی دولت هم دروغ میگه، برای اینکه دولت هم در بسیاری موارد به همون مسیر و راهی میره که دولت گذشته که اصلا مدعی مقابله با سپاه نبود. بله، بنابراین یعنی شما نقش سپاه رو در اقتصاد، البته یکی از مسئولان سپاه گفت اگر سپاه وجود نداشت هیچ طرح سازنده‌ای در مملکت اقتصادی به ثمر نمی‌رسید، تا چند اندازه واقعیت داریم. دولت هم چون به عمق قدرت سپاه در هرم قدرت حاکمیت آشنا هست، به پروپای سپاه نمیتونه بپیچه، نمیخواد هم بپیچه. در زمانی که از یک دست مثلا میخواد محدود بکنه دامنه فعالیت‌های قرارگاه خاتم الانبیا رو که بنا به اعتراف فرمانده سپاه بیش از 4000 شرکت زیر مجموعه داره،
همین امروز آقای زنگنه وزیر نفت آقای روحانی اعلام میکنه که فازهای 15 و 16 توسعه نفت عسلویه رو، پارس جنوبی رو دارن خاتم الانبیایی ها خوب جلو میبرن و تا اونجا جلو میبره، جلو میره که میگه پایگاه خاتم فرزند منه. البته اون میدونه که گرفتاری هاش با فروش نفت سپاه، با پروژه هایی که اونها در اختیار گرفتن و عملی نکردن چقدره. بین لب بهشون توصیه میکنه که شما که حالا خیلی در علم و فن و مهندسی و مدیریت پیشرفت کردید، به جای پروژه های داخلی، اجرای طرحهای داخلی، به دنبال بازارهای خارجی برید، شاید به این نوع بتونه دست اونها رو کوتاه بکنه. درگیری هایی که دولت با سپاه داره به علت زیادت خواهی های سپاه یقینا دودش به چشم مردم میره. در طول 8 سال دولت آقای احمدی نژاد اونقدر پول داشت که میلیارد میلیارد در اختیار سپاه قرار بده و سپاه تمام خریدهای خارجی، طرحهای برون مرزی رو با استفاده از این منبع عظیم مالی اداره میکرد. ولی حالا به دولتی رسیده که دستش از نظر مالی بسته تر از دولت گذشته است، ولی سپاه همه این انتظارات مالی رو حفظ کرده. به این علت هرچه دولت به اونها میده، چون قابل مقایسه با داده های دولت گذشته نیست، انتظارات باقیه. در نتیجه وجود این انتظارات، برخورد سپاه دولت بیشتر از سابق شده. البته اینه من باید آقای چارلنگی تاکید بکنم، این سپاه در طول 20 سال گذشته با هیچ دولتی سر سازگاری نداشته، برای اینکه همونطور که شما گفتید در تمام ارکان حاکمیت حضور داره، به جز اون جایی که مسئولیت اصلیشه، یعنی دفاع از مرزهای ایران. و به این علت که هر همه جا هست، خودش فعال مایشا میدونه، اهمیت و اعتباری برای دولت قائل نیست و دولت رو زائد میدونه و خودش حاکم. یعنی آقای رفسنجانی رو دشمن تلقی میکرد، آقای خاتمی رو تا جایی پیش رفت که علیه او به کودتا متوسل شد، یعنی باند فرودگاه رو بست، فرودگاه خمینی رو در اختیار گرفت، پروازهای خارجی رو قطع کرد و حتی تانک به سن به باند فرودگاه برد، تا اینجا هم پیش برد، تا جایی پیش رفت که حتی میخواست اون رو دستگیر بکنه. با احمدی نژاد هم همین رفتار رو در عمل داشته. یقینا آقای روحانی با رؤسای قبلی جمهوری اسلامی در طول 20 سال گذشته تفاوت زیادی از نظر سپاه نداره. سپاه هیچ دولتی رو بر نمیتابه تا زمانی که بتونن خودشون ارکان قدرت رو مستقیم در اختیار بگیرن. و رابطه این سپاه از نظر اقتصادی با بیت رهبری چی هست؟ البته این نکته رو باز خواهیم گشت، اختلافات سپاه و رؤسای جمهوری نظام فقیه در ایران، اینها به یک نسبت و یک میزان و یک عمق قطعا نبوده، یعنی دوره‌های مختلفی بوده، مثلا در دوره احمد نژاد تا چند اندازه و دوره خاتمی به چند اندازه. اما رابطه سپاه و بیت رهبری از نظر اقتصادی، آقای خامنه‌ای ظاهراً علاقمنده که خودش رو از مسائل اقتصادی دور نگه داره، یا علاقمنده که دیگران او رو از مسائل اقتصادی دور ببینن، ولی خیلی دور نیست. زمانی که همه در تهران، بقیه نقاط ایران به درستی یادآوری میکردن که از هر ماشین پیکانی که فروخته میشه، اون موقعی که میلیون واقعا دارای ارزشی بود، 1.5 میلیون اون به دفتر آقای خامنه‌ای پرداخت میشه. دور نیست زمانی که خبرگزاری رویترز با استناد به ارقام واقعی اعلام کرد دارایی های یکی از واحدهای زیر کنترل آقای خامنه‌ای، دفتری که اموال مصادره شده رو اداره میکنه، بیش از 110 میلیارد دلاره. و آقای خامنه ای خیلی بهتر از من و شما میدونه که قدرت سپاه در چه زمینه هایی، چه دامنه ای داره و چه عمقی داره. به این علت یارگیری هایی که در درون حاکمیت صورت میگیره معمولا بین روحانیت و رئیس اونها آقای علی خامنه ای با سپاه پاسدارانه، و برعکس چون آقای روحانی خودشو از این دایره تا حدودی کنار میبینه، سعی میکنه یارگیری هاشو با بقیه شاخه های نظامی انجام بده. البته دستش در وزارت اطلاعات خیلی باز نیست، ولی اخیرا به سمت سوی ارتش رفته. ما دیدیم 10 روز قبل صالحی، رئیس ستاد فرمانده کل نیروهای ارتش یعنی غیر سپاهی، در پاسخ جعفری فرمانده سپاه در یک گفتگوی علنی اعلام کرد که مداخله در امور سیاسی و دیپلماسی وظیفه ما نیست، ما باید قدرت خودمون رو در دفاع از مرزها قرار بدیم، که این درست در تقابل با حرفای جعفری بود.
این که شما گفتید آقای خامنه‌ای چقدر با سپاه نزدیکه، کاملا نزدیکه، و آقای روحانی ناگزیر شده در این یارگیری ها وقتی به سمت سوی نظامی ها میره ارتش رو به نوعی هدف قرار میده. ولی طبق قانون اساسی محافظت از انقلاب و دستاورداش بخش بزرگی از وظایف سپاه رو زمینه سازی میکنه. قانون اساسی جمهوری اسلامی نکته زمینه سازی قدرتیابی سپاه در عرصه سیاسی که هم از دید حکومت انقلاب هست، برات سپاه بر همین اساس هست که مجوزی در دست داره. اما آقای تقی‌زاده، پایین اومدن قیمت نفت چه پیامدهایی داره؟ این سوال چندی پیش هم داشتیم از کارشناسان دیگه، اما باز بعد از پاسخ اون زمان امروز باز قیمت نفت سقوطی تازه داشته. بدون تردید یک نکته واقعی و اون این است که ایران نقش خودش رو به عنوان عامل تاثیرگذار در بازارهای نفتی از دست داده. واقعا اگر همین امروز شیرهای نفتی ایران بسته بشه، صادراتی صورت نگیره، حتی یک دلار به بهای نفت در بازارهای جهانی افزوده نخواهد شد. این تفاوت میکنه حتی با همین چند سال پیش که آقای لاریجانی در مقام دبیر شورای امنیت ملی وقتی مسئولیت مذاکرات اتمی رو به عهده داشت، آمریکایی‌ها رو تهدید میکرد در صورتی که شما فشارتون رو کاهش ندید و ما شیرهای نفتیمون رو ببندیم، قیمت نفت به 200 دلار در بشکی افزایش پیدا میکنه. اون زمان ایران نزدیک به 2.5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشت، ولی امروز در وضعیتی که بازار نفت با بیش از 1.5 تا 2 میلیون بشکه توزیع بیشتر روبرو هست، صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. بنابراین نقش ایران در بازارهای نفتی عملا از بین رفته. این اهرمی که میتونست در اختیار سیاست خارجی یک کشور به عنوان عامل سازنده مورد استفاده قرار بگیره و به عنوان یک عامل سرمایه‌زا اقتصاد ایران رو بهبود بده، در وضعیتی که امروز در اون قرار داریم، وضعیت نفت از دو عامل رنج جدی میبره. یکی کاهش حجم صادرات، دومی همین که شما به اون اشاره کردید، کاهش قیمت‌ها. ولی دولت روحانی علاقمنده در صورتی که بتونه یا حتی مصممه مذاکرات اتمی رو در مسیر جلو ببره که تحریم ها برداشته بشن، دوباره به حجم صادرات بیشتری دست پیدا بکنه و لااقل با استفاده از این اهرم بتونه عربستان سعودی رو قانع بکنه به برقراری نظام تازه توزیعی که به نوعی به کاهش بیشتر قیمت نفت نینجامه. در صورتی که وضعیت بازار نفت در شرایط کنونی ادامه پیدا بکنه و حفظ بشه، برای سال آینده دولت آقای روحانی دست کم با 50% کسری بودجه روبرو خواهد بود. بله. آقای تقی‌زاده، حتما خبر دارید مثل بسیاری از بینندگان ما که سیاست خارجی پرزیدنت اوباما از همین کمتر از 24 ساعت گذشته زیر ضربات انتقادی بیشتری قرار گرفته به خاطر اعلام کردن اینکه روابط آمریکا و کوبا به حالت عادی باز خواهد گشت. آقای اوباما حتی تماس داشته با رئیس جمهوری کنونی کوبا، برادر آقای کاسترو، راول کاسترو، و به هر حال در این زمینه باز نام ایران هم به میون اومد به عنوان انتقادهایی که متوجه اوباما هست، سیاست اوباما در برابر حکومت ایران، برنامه اتمی جمهوری اسلامی. به طور مختصر اگر بفرمایید، شما در چشمانداز برنامه اتمی ایران جمهوری اسلامی چه میبینید با توجه به تلاشهایی هم که هست برای عادی کردن روابط تهران و واشنگتن؟ در صورتی که آقای اوباما موفق میشد پرونده اتمی ایران را از بنبست خارج بکنه، میتونست مدعی بشه که با توسل به دیپلماسی موفق شده یکی از بحرانهای بزرگ بین المللی، یعنی ظرفیت تبدیل شدن ایران به یک نیروی نظامی اتمی رو خونسا بکنه. این موفقیت هنوز دور از دسترس آقای اوباماست.
از طرفی آقای اوباما میخواست با شکست هایی که در خاورمیانه بخصوص سیاست خارجی اون متحمل شده، با کمکی که به رشد این اسلام افراطگرایانه کرده، یک نوعی از موفقیت رو در سیاست خارجیش ترسیم بکنه. اعلام عادی شدن تدریجی مناسبات آمریکا با کوبا حداقل به نوعی میتونست حفظ صورت بکنه سیاست خارجی آمریکا رو در زمانی که آقای اوباما قدرت دولت رو در واشنگتن در اختیار داشت. ولی همونطور که شما به درستی اشاره کردی، بدون توجه به طبیعت تغییر پیدا نکرده دولت کوبا در هاوانا، این تغییر صورت گرفته. حالا کسانی که منتقد دولت آقای اوباما هستند میگن پس مسائل مربوط به آزادی های حقوق بشر در دو کشور کوبا و ایران چی؟ همین برخورد شما با جمهوری اسلامی هم دارید بدون اینکه به طبیعت این حکومت ها توجه داشته باشید. حزب دموکرات همیشه حامی حقوق بشر و توسعه دموکراسی بوده، در حالی که حالا بدون همین قید و شرط، همونطوری که روابط بسیار دوستانه با کشورهای مثل عربستان رو ازش گذشته استقبال میکرده، آقای اوباما برای ثبت یک پیروزی سیاسی تازه بدون دیدن هر نوع تحول در نحوه حکومت دولت کوبا به آزاد کردن مناسبات با دولت هاوانا هم رضایت داده، چیزی که شاید او میخواست به عنوان عامل پیروزی معرفی بشه، ولی یکی از زمینه‌های تازه انتقادپذیری برای دولت آقای اوباما شده. انتقادها روز افزونه و رسانه‌های خبری در اینجا آمریکا مرتب نظریات و صاحب نظران تازه‌ای که سخن میگن درباره آنچه که اوباما در ارتباط با کوبا انجام داد، چه موافق چه مخالف، و مخالفان طبعا بیشتر. سپاسگزار هستیم آقای تقی‌زاده عزیز، با سپاس بسیار از شما. روز به شما خوش. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر. می‌گیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در این نیمه از برنامه آقای منصور حسانلوی گرامی با من و شما هستند با اخبار در عرصه کارگری ایران و آنچه رو که مربوط به حقوق بشر میشه در ایران، زندان‌های ایران و مطالبات کارگران و دیگر اصناف ایرانی. سلام به شما آقای حسانلوی گرامی. سلام به شما و همکاران و همیهنان عزیزمون. من این توضیح رو بدم که آقای حسانلو نه تنها در عرصه عرفی کارگری که ما میشناسیم فعالیت میکنند و درباره اصناف و صنفای دیگه نیز گزارش ها و اخبار روز رو همیشه اشراف دارن و این هست که در ادامه برنامه ما از ایشون جویا خواهیم شد، درباره دیگر زندانیان سیاسی نیز در کنار کارگران زندانی، دیگر فعالان در عرصه‌های دیگه. پیش از اون آقای حسانلوی عزیز، به طور فشرده اگر راجع به زندانیان سیاسی به ما بگید ممنون میشه. من میتونم آخرین خبر مهم رو بگم که آقای امیر حسین موحدی که در مشکین شهر زندگی میکردن، توسط مامورین اطلاعات به یک خانه امنی در شهرک فرهنگیان به اصطلاح مشکین شهر نقل مکان داده شدن و اونجا متاسفانه تحت شکنجه شدید قرار گرفتن، به دلیل اینکه در گذشته به عنوان خبرنگار حقوق بشری اخبار و اطلاعات زندانیان سیاسی و زندانیان گمنام رو میرسوندن. الان ایشون رو حتی تا اونجایی که خبر دقیق به من دادن آمپول‌های روانگردان بهشون زدن، با شوک برقی ایشون رو مورد صدمه واقع کردن و حتی کتک زدن به جایی از بدنشون که دیده نشه و به زور دارو بتونن ایشون رو بنشونن پای دوربین تلویزیون و از ایشون
بر علیه خودش و فعالیت‌هایی که کرده، برادر شهیدش به نام بهمن یا غلام حسین که در زندان آمل کشته شد و فعالیت‌های حقوق بشری کرده و اخباری رو که میرسونده تخطئه بکنه و اقرار دروغین بکنه. تا اونجایی که من اطلاع دارم دقیقاً ایشون مقاومت کرده برخلاف همین بلاهایی که بر سرش آوردن، ولی جانش در خطر هست و تا اونجایی که ما میدونیم در شهر مشکشن میتونن همشهریهای ایشون، دوستان ایشون به این شهرک فرهنگیان مراجعه بکنن و پیدا بکنن آپارتمانی رو که اطلاعاتشون رو اونجا برده و کمکش کنن و اطلاع رسانی کنن درباره ایشون. امیرحسین موحدی مبتلا به بیماری های مختلف نیز هست، بیماری قلبی، بیماری قند، و گزارشی رو که در رسانه های اینترنتی منتشر شده رو درباره ایشون و زبان ایشون میشنم. به نام خدا، با سپاس مجدد از جناب آقای اوسانلو و همه دوستانی که یاور و یار ما هستند، در این پیام من امیر حسین موحدی در دومین پیام ویدیویی خودم تصریح میکنم که شخصی به نام قاضی علی اعتمادی مسئول اصلی هماهنگی فشارها بر روی من و بیرحمترین ناقض حقوق بشر در این استان می باشند که رئیس دانشگاه جامعه کاربردی اردبیل هم هستند. نام ایشون رو به اطلاع افکار عمومی برسونید و من بدون هراس از هیچ چیزی مجبور هستم که این قاضی بیرم رو که مرا در این شرایط سخت بیماری تحت این فشارها قرار دادند و هر روز مرا تهدید و ارعاب می کنند قرار بدم، پیروز و پایدار باشید. امیر حسین موحدی و جالب آقای اوسانلو در شهرک فرهنگیان، شهرک فرهنگیان در واقع شکنجگاهی شده برای کسانی مثل امیر حسین موحدی در مشکین شهر، و الان در حال حاضر باز فرهنگیانی ما در زندان داریم، نیست آقای اوسانلو؟ ما معلم های دیگه هم در زندان داریم، کماکان رسول بوداغی و آقای باقری در زندان هستند و همچون احکام زندانی که برای بقیه اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران هنوز هست و این احکام زندان و تبعید باطل نشده و این بیانگر این است که در دورانی که آقای روحانی هم به عنوان رئیس جمهور به هر حال آرایی رو گرفته و اومده و در سکان اجرایی کشور به دست گرفته، ما تغییری در وضعیت زندانی ها به خصوص زندانیان کارگر و معلم و خبرنگارها و دیگر کسانی که در راه دفاع از حقوق مردم و حقوق همکاران خودشون به زندان ها افتادن نمی بینیم. بله آقای اوسانلو، از دیدگاهی که شما نیز معتقد هستین و شما نگاه میکنید، پرستاران جز زحمت کشترین طبقات جامعه هستند، به نحوی از کارگران بسیار زحمت کش. مشکلاتی داشتن اخیراً مثل سالهای اخیر و دست به تجمع زدن، در این زمینه از زبان شما میشنم. بله، همینطور که شما به درستی گفتید، پرستاران میشه به نوعی بگیم که زحمتکشترین بخش کارگران درمان و سلامت هر جامعه هستند، چرا که نه تنها به دلیل کار سختی که انجام میدن در دریافتی ناچیزی دارن، بلکه دائما جون خودشون هم در معرض خطر است به دلیل اینکه در کنار بیماران و در محیط بیمارستانی، درمانگاهی و محیط‌های مختلف مربوط به بیماران، خب در معرض انواع بیماری‌ها هم قرار دارن و 95% کارهای درمانی و نگهداری از بیماران رو پرستارا انجام میدن، در صورتی که کمترین دریافتی و حقوق رو در کشور ما دارن. سالهاست که پرستارا اعتراضات مختلفی داشتن در بیمارستان و هم از بیمارستان
مثلا هزار تخت خوابی یا امام خمینی، بیمارستان لبافی نژاد، بیمارستان سرخ حصار، بیمارستان شریعتی و بارها به شکل تجمع و تحسن در محوطه های بیمارستانی خودشون اعتراض می کردند و در رابطه با عدم هماهنگی دریافتی خودشون، حالا بجز اینکه قراردادهای کارشون، قراردادهای کار ظالمانه، به تدریج قرارداد کار پرستارها رو هم موقتی کردن، شرکتی کردن، خدماتی کردن. ما میگیم بخش پرستاری فقط پرستارا نیست، یعنی پرستارا، کمک پرستارا، بهیارا، کمک بهیارا و کارگرای خدماتی بخش‌های مختلف بیمارستان و حتی کسایی که در بخش‌های فنی و نگهداری و به اصطلاح قسمت‌های کارگری تر بیمارستان که کار میکنن، همه این وضعیت رو دارن. به هر حال مجموع این شرایط ناهمگون و به خصوص پرکیس هایی که در بیمارستان ها داده میشه که مثلا پزشکان متخصص یا سهامداران و هیئت امنای بیمارستان ها که اکثرا 99% پزشکانی هستند که با سیستم حکومتی هم ارتباط نزدیک دارن به عنوان هیئت مدیره یا هیئت امنا، اینا معمولا بیش از 30 میلیون تومان، 40 میلیون تومان در ماه حق پرکیس میگیرن در تو درآمدهای مربوط به بیمارستان که تقسیم میشه علاوه بر حقوقی که میگیرن. و از این بین برای پرستارای خیلی حرفه‌ای و متخصص، تکنسین ها، حتی 500 هزار تومان، 600 هزار تومان در ماه هم داده نمیشه. این یکی از اون علت های این اعتراضی بود که دو روز پیش پرستاران بیمارستان های مختلف ایران بیش از 700 نفر اومدن جلوی دفتر رئیس جمهور و اعتراضات خودشون رو اعلام داشتن، پلاکارد هایی با خودشون آوردن، عکس هایی آوردن، خواسته هاشون رو مطرح کردن اونجا. و دومی که خود قراردادهای کار که ظالمانه است، موقتی است و بیشتر بایستی به طرف کار دائمی بره، چون کار پرستاری یک کار دائمی بیمارستان که دو روزه نیست که قرارداد کارش موقت و دو روزه بخواد باشه، یا یه ماه یا شش ماه یا یه ساله. از طرف دیگه استانداردهای جهانی الان در ایران شده یه پرستار شاید 8 تا تخت، 9 تا تخت، 10 تا تخت، ولی استاندارد این در سطح جهانی بین 2 تا 4 تا تخت خوابه که یه پرستار به این نسبت بایستی پرستاری بکنه و مراقبت بکنه، که فشار بسیار زیاد کار رو روی پرستاره داره میاره. و چون حریف نمیشن، تو ایران الان یه مریض که میاد بیمارستان همراهاش هم میان به عنوان کمک و نگهداری، بین پرستارا، همراهها و خود همراهها با هم دیگه انواع و اقسام مشکلات پیش میاد، درگیری ها پیش میاد، با هم دیگه بحث میشه. بعد یک بیماری خدای نکرده فوت میکنه، بعد اون خانوادهش میرسن اونجا، پرستارا درگیری، فحاشی، بارها شده که پرستارا کتک خوردن، ضرب و شتم شدن، فحش خوردن به دلیل عدم مسئولیت و امکاناتی که مسئولین بیمارستان باید میدادن. و پرستارا به عنوان صف اول مبارزه همه این مشکلات رو مجبور شدن تحمل بکنن. به هر حال مجموعه از این شرایط ناهمگون و ظالمانه باعث شد که پرستارا اون اعتراضات پراکنده خودشون رو متشکل کنن و دو روز پیش به شکل کاملا متشکل، علاوه از بیمارستان‌های تهران، از شهرستان‌های مثل اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد هم در این تجمع حضور پیدا کردن و تعداد بیشتری هم داشتن می اومدن که از وزارت اطلاعات و از حراست ها زنگ زدن به بیمارستان ها، پرستارها رو تهدید کردن به رئیس بخش های بیمارستانی و به اونا گفتن که اجازه ندید که پرستار بیشتری بیان جلوی دفتر ریاست جمهوری. به هر حال بعد از اینم در اصفهان و در مشهد هم اینطوری که خود پرستارا گزارش دادن، اونجا میتینگ های اعتراضی گذاشتن پرستارا و همین خواسته ها رو در همراهی خودشون با پرستارانی که در تهران خودشون رو به تجمع رسونده بودن اعلام کردن. آقای یوسندو، در ارتباط با قانون کار، ما یک ویدیو داریم که از آرشیو خود شما در واقع برای بینندگان توضیح میدم، برای ما فرستادید، مایلم این ویدیو رو که مربوط به گذشته است ببینیم بعد ادامه بدیم. درباره کارگران زاگرس هست و بعد مسئله قانون کار. وزیر بی اقتدار نوکر سرمایه‌دار، وزیر بی لیاقت ننگت باد، وزیر بی لیاقت ننگت باد،
وزیر بی لیاقت ننگت بار دولت تدبیر و امید کو تدبیر کو امید 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 دولت تدبیر و امید آقای استاندوی گرامی، دولت تدبیر و امید کو تدبیر کو امید، واقعا کو و قانون کار به کجا رسید و اعتصابات کارگران زاگرس سرانجام به کجا انجام؟ همینطور که دیدید من به این دلیل این ویدیو رو گفتم دوستان نشون بدن به هم میهنان ما کارگرا آگاه تری قشتی هستن که به زودی متوجه میشن که اون وعده ها و اون دروغ هایی که آقای روحانی گفته بود در زمان انتخابات به مردم هیچ کدوم جمعه نمیشید، بلکه تازه اومدن الان قانون کار رو دارن طوری تغییر میدن که ماده 7 که در رابطه با قراردادهای دائمی و قراردادهای موقت بود همش تبدیل بشه به قرارداد موقت و دیگه شما قرارداد دائمی نداشته باشی. در ماده 18 که اگر کارگری اخراج میشد و میرفت شکایت میکرد در زمان رسیدگی به دلیل اینکه معلوم نبود که آیا این کارگر واقعا مقصر است یا نه، نیمی از حقوق این کارگران رو به اینا میدادن، کاری که تو سندیکای شرکت واحد خود ما این شکایت رو کردیم به همراه عزیزانمون همکارانمون و موفق شدیم در دورانی که اون زمان که بیش از 50 نفر از کارگرها هنوز در وضعیت اخراج بودن تا برگردن سر کار و احکام بیگناهیشون رو بگیرن از این 50% حقوق طبق ماده 18 تونستیم استفاده بکنیم و این رو دارن از بین میبرن. همچنین خود ماده 41 که بایستی معادل نرخ تورم و تأمین زندگی حداقلی 4-5 نفره یک خانواده کارگری حقوق به کارگرها بدن، به زحمت کشا بدن، که الان میبینیم با 600 هزار تومان حقوقی که دولت آقای روحانی تدبیر و امید داد و نرخ تورمی که خودشون 2,300,000 تومان اعلام کردن برای گذران زندگی عادی، حتی 1/4 اون هزینه ها رو این دستمزد تازه برای کسایی که در این شمول باقی مونده قانون کار هستن تأمین نکرد. وای بالا اونایی که تو شمول قانون کار نیستن، قرارداد رسمی ندارن، قرارداد به اصطلاح کتبی حتی ندارن. بسیار قراردادها تو دوران آقای روحانی دیگه شده شفاهی و قرارداد سفید امضا و به شکل متاسفانه رابطه اجاره و موجر و مستاجر که توکلی اول انقلاب می‌خواستیم برای سر ما کارگرا بیاره این قانونو اینطوری بذاره. همچنین در رابطه با ماده 165 قانون کار که موقع ما میرفتیم شکایت میکردیم کارفرما دولت ما رو اخراج کرده بود بیگناه و حق با ما بود، بالاخره یه رأی بازگشت به کار یا از به اصطلاح هیئت تشخیص یا از هیئت تخلفات یا از دیوان عدالت اداری میگرفتیم که بسیاری از همکارای ما در همون مبارزات سندیکای شرکت واحد با همین آرا تونستن برگردن سر کار و الان هم آقای حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرمزاده، خانم نسرین شیری در از اعضای فعال سندیکا شرکت بود این آرا رو دارن و باید برگردن سر کار. همچنین آقای حسین کریمی سبزوار که از اعضای فعال سندیکا بودن این آرا رو بهشون دادن ولی کارفرما زیر بار نمیره و یعنی رأی قوه قضاییه رو اجرا نمیکنه و حالا میخوان اینو قانونی بکنن که اصلا چنین ماده‌ای وجود نداشته باشه که حتی اگه رأی برگرد به کاری هم صادر میشود بگن خیلی خوب ما نهایتا سالی 45 روز به شما میدیم بفهمیم به پی کارتون، سر کار به هیچش بر نمیگردونیم که الان با قانون فعلی حداقل در جاهایی که هنوز کارگرای قدیمی شمول این قانون میشن اینها رو هم از شمول این قانون به اصطلاح خارج بکنن و شرایط بدتری به وجود بیاد. این میتینگ کارگری که کارگران مختلف، حالا این دوستان ما کارگران کارخونه زاگرس بودن که با هوش خودشون نشون دادن که نه تدبیر و نه امیدی برای کارگرها و معلما زحمتکشای جامعه ما تو این دولت نیست، تو این حکومت کلا نیست، من گفتم ببینن عزیزان ما که فریب بعدی رو نخوریم و در انتخابهای دیگه توجه کنیم واقعا میخوام چه بکنیم
رأی بدیم رأی ندیم، به کی بدیم به کی ندیم، این رأی رو نتیجهش چه خواهد شد؟ آقای استانلوی عزیز، برای بینندگان من میگم که آقای استانلو اشاره کردم قبلا که اون چه رو که مربوط به حقوق بشر هست علاوه بر عرصه‌های کارگری در زمینه‌های دیگر نیز دنبال میکنه، به تعبیری به تعبیر بسیاری از جمله آقای استانلو تمام اقشاری که در زندگی اجتماعی و تولید چه معنوی چه مادی نقش دارن به هر حال نوعی کارگر به حساب. به هر حال زندانیان از جمله آقای طاهری هست که معروف است به مبلغ مفاهیم یا فلسفه یا مکتب یا هر چی که هست عرفان حلقه، در زندان هست، طرفداراش دست به تجمع و راهپیمایی زدن. گزارش تصویری داریم که میبینیم و بعد من باز خواهم گشت، پرسشی دارم از آقای استانلوی عزیز. غیر از شاگردان آقای طاهری که از صبح جلوی زندان اکیشن برای آزادی ایشون تلاش میکنن و برای جلوگیری از صدور حکم ظالمانه ای که علیه ایشون در جریان هست، پرونده سازی که پس از 4 سال بازداشت ایشون تشکیل شده و ایشون رو با خطر صدور حکم اعدام مواجه کرده، غیر از من در جمع حاضر اعضای دیگری از کمپین لغو قاپگان اعدام، جناب آقای جباری عضو این کمپین و جناب آقای مفتی‌زاده از هموطنان خرد ما در جمع حضور دارند و ما همگی خواهان توقف ادامه پرونده سازی علیه آقای طاهری هستیم. خواهشم اینه که به پلاکاردهایی که در دست گرفتیم ما نظرمون رو اعلام کردیم و همچنین میخواهیم که هر چه زودتر به این پرونده سازی خاتمه داده بشه و آرامش به جامعه هموطنان ما که تعداد زیادی رو تشکیل دادن برگرده و هر چه زودتر آقای محمدعلی طاهری که به دلیل دلایل اعتقادی در زندان به سر میبرند آزاد بشه. آقای استانلوی عزیز، خانم نسرین ستوده بود که در ارتباط با آقای طاهری سخن میگفت. سرکار خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری که چندین بار هم بازداشت و به زندان رفته بود. تفسیر شما و نگاه شما رو خواستار هستیم آقای استانلوی گرامی. خواهش میکنم. همینطوری که دیدید تظاهرات در جلوی زندان اوین از سوی این عزیزانی که در عرفان حلقه یا حلقه عرفان با آقای طاهری کار میکنن و اکثریت اینها، من از نزدیک بخشهای از این دوستان رو میشناسم، توی ایران که بودم دعوت کردن، یکی دو بار رفتم و از نزدیک در جلسات حضور داشتم، دردمندان اجتماعی هستن که زیر فشارهای وحشتناک شرایط غلط سیستم جمهوری اسلامی آسیبهای روانی، آسیبهای عصبی دیدن و اکثریت اینا از مردم بسیار شریف، زحمتکش، میتونم بگم کارگران، کارمندان، آموزگاران، پرستاران در بین همین عزیزانی که توی این تظاهرات هستن و توی این کلاس‌ها رفتن حضور دارن. جلوی زندان اوین که رفتن اساسی ترین شعارشون علاوه بر اینکه خواهان آزادی آقای طاهری بودن، آزادی اندیشه بود، آزادی بیان بود که ما انسان‌ها حق داریم بیان بکنیم اندیشه‌هایی رو که داریم. این اندیشه‌ها میشه از درخواست داشتن یک اتحادیه کارگری، یک اتحادیه پرستاری، یک حزب باشه تا نوع تفکری که ما به جهان داریم برای بهبود و سلامتی خودمون یا روش‌های مختلفی که چگونه دنیا رو بهش نگاه بکنیم و این دنیا رو اول و آخرش رو در رابطه خود فردیت شخصیمون چگونه ببینیم.
سپاسگزار هستیم آقای منصور اوسانلوی گرامی، با سپاس بسیار و با امید به روزی که هیچ کس به خاطر افکار و عقاید و اونچه که معتقد هست در زندان نباشه. با سپاس. سپاسگزارم. کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. سپاسگزار هستیم از بینندگان ما، آقای حسن مداحی، شهاب اصلاحی، احمد محسنی، خانم فریبا مهر، سیاوش ناصری، نازنین سرکشیک دانش، خانم ویدا نجفیان، علیرضا کیاموسوی، پارمیدا ابتکار، سمیرا سیف، حسن داوودی و بسیاری دیگه از بینندگان گرامی که برای ما پیام فرستادن روی صفحه‌ای که می‌بینید. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری، کوهساران، دراک، تفتان، الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.